مقام عراقی روز جمعه از بکارگیری همه توان خود برای تسهیل ورود زائران بین المللی که در این ایام برای زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به این کشور می‌آیند خبر دادند. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می بینیم. مقام های عراقی روز جمعه از بکارگیری همه توان خود برای تسهیل ورود زائران بین المللی که در این ایام برای زیارت اربعین امام حسین علیه السلام به این کشور می آیند خبر دادند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه علا القیسی سخنگوی رسمی سازمان گذرگاه های مرزی در این رابطه گفت، این مرکز تمام توان خود را برای موفقیت آمیز بودن برنامه زیارت اربعین به کار گرفته است وی در ادامه ساخت جادهها پلها و آماده سازی راهآهن و اقداماتی از این دست را در کوتاه مدت برای اطمینان از برگزاری مطلوب مراسم زیارت اربعین از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان نمود علایدین القیسی خاطر نشان کرد که سازمان گذرگاه های مغزی به صورت شبان روزی در تلاش است تا فعالیت خود را در گذرگاه های مغزی، فرودگاه ها و نقاط دریایی برای استقبال و پذیرایی از میلیون ها زائر شرکت کننده در گرامی داشته این مناسبت در کربلا افزایش دهد. سال گذشته بیش از 22 میلیون زائر شیعه از سراسر عراق و خارج از کشور برای گرامیداشت سالروز سال روز امام حسین علیه السلام که از برجسته وقایع مذهبی شیعیان به شما می و بر اساس تقویم هجری قمری مصادف با 20 سفر است آزم شهر کربلا شدند. زیارت اربعین یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی در جهان است که طی آن شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل میدهند این مناسبت بزرگ را گرامی میدارند علیرغم دمای بالای چهل درجه سانتیگراد در سال جاری زائران با لباس مشکی به حرم امام حسین و حضرت عباس سلام الله علیهما در شهر مقدس کربلا میروند و بسیاری از آنها با پای پیاده از داخل و خارج عراق مسیر شهرهای مختلف عراق تا کربلا را طی نمایند. روز پنجشنبه محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق با یک هواپیمای نظامی در فرودگاه بین المللی کربلا که هنوز در حال ساخته است فرود آمد فرودگاهی که پیش بینی می شود پس از افتتاح بزرگترین فرودگاه در کشور باشد. این فرودگاه نقش بسزایی در انتقال زائران در ایام مختلف سال به ویژه در ایام زیارت بزرگ اربعین می تواند ایفا نماید.